با گیم کریتور میشه بازی استراتژیک ساخت؟ بله. تو این آموزش قصد داریم که بازی سبک استراتژیک رو با همدیگه یاد بگیریم. من یک مثال رو آماده کردم و بریم با همدیگه ببینیم چه امکاناتی رو داره. یه پلیر اصلی رو داریم توی بازی که پوینت اند کلیک هست، میتونه با کلیک کردن بره به اون نقطه که باید. و اینجا اینونتوری هم باز هست، باز گذاشتمش که شما ببینید که مثلا چه آیتم هایی وارد اینونتوری میشه. شما اگر روی درخت کلیک بکنید، پلیر به سمت اون میره و شروع میکنه به قطع کردن این درخت، و حالا اینجا 10 تا درخت به آیتم ما اضافه میشه. اینجا یه آیتمی هست، یه مکعبی هست، محدوده ای هست برای ساختن حالا خونه که پلیر الان در حالت عادی میره اونجا، میگه که حالا بهش پیام داده که you can't، شما اجازه ندارید اینو بسازید. دلیلش اینه که باید حالا سنگ رو هم داشته باشه. من خیلی روی یو آیش کار نکردم و صرفا جنبه آموزشی رو داره. و روی سنگ هایی که من کلیک میکنم، هر سنگی 10 تا آیتم به ما میده و اضافه میشه به اینونتوری ما، و همچنین درخت ها هم همین قابلیت رو داره. بعد از اینکه این حالا آیتم ها رو جمع کردیم، میریم به سمت حالا جایی که باید خونه رو بسازه. اینجا یه تایمر نمایش داده میشه، بعد از 5 ثانیه خونه ساخته میشه. به همین راحتی شما میتونید بازی های به سبک استراتژیک رو بسازید. پس تا انتهای آموزش با من همراه باشید. برای شروع این آبجکت هایی که توی صحنه میبینید، من از اسید استور خود یونیتی استفاده کردم. لازم به ذکر که حتما تو اینجا باید یک حساب کاربری داشته باشید، نیاز به تحریم شکن یا فیلتر شکن حالا خوبی رو دارید که بتونه این حالا اسید استور رو باز بکنه و بتونید اسید هایی که رایگان هست رو دانلود کنید، و اگر تواناییش رو دارید میتونید خیلی از پکیج های داخل گیم کریت حالا اسید استور یونیتی رو خریداری کنید و همینجا تو پروفایل خودتون اینجا ازش استفاده کنید. موزیک و این آبجکت سنگ خونه همه اینا رو من به صورت رایگان از سوی استور یونیتی دانلودش کردم و شما میتونید همین کار رو انجام بدید. بریم هم دیگه، من یک نیو پروژکت رو انجام بدیم و این پروژه رو از پایه با هم دیگه بسازیم. برای شروع اول یه کف رو من میسازم، میشه زمین ما، من نقطه 0 0 و اینجا هم 15 15. دوربین ما هم حالا برای اینکه جاشو بهتر بدونیم، یک پلیر رو اضافه میکنیم به صحنمون. اینجا زاویه 45 درجه رو من بهش میدم، اینجا ارتفاع 15. اینا شخصی سازی من هست، حالا صرفا برای که روال آموزش انجام بشه داریم اتفاقات انجام میشه. پروژه رو سیو میکنم به اسم RPG و حالا تا اینجا خوب هست. برای کف هم یه متریال بهش اضافه میکنم، من قبلا متریال گرم رو ساختم و بهش میدم. لایتینگ هم فعال باشه. خب تا اینجا کار خاصی نکردیم. بریم تنظیمات پلیر رو هم انجام بدیم. پلیر ما نمیخواد بپره و دایرکشنش هم حالا اینپوت تایپش بشه پوینت اند کلیک، و با چپ کلیک پلیر میتونه حرکت کنه. خب این مرحله یک ما. من تو استایی که دانلود کردم، حالا یه پکیجی هست از انواع درخت هان، حالا شما هر نوع درختی رو میتونید اضافه کنید. حالا این بار من درخت پالم رو، حالا همین درخت قبلی هم بد نبود، این درخت رو اضافه میکنم و میخوام که حالا خودش هم به صورت پریفب هست، فکر کنم اکشن قبلی من رو داره. من اکشن ها رو اگه بخوام پاک بکنم و از نو براتون توضیح بدم، به این حالت میشه که من وارد پریفب این درخت میشم. وقتی دبل کلیک میزنم یا این فلش رو روش میزنم، به این حالت میشه و خود درخت رو نمایش میده. اینجا حالا به عنوان مثال من این موارد قبلی رو کامل پاک میکنم، یه دونه تریگر رو اضافه میکنم و ریدیوسش رو زیاد میکنم. ریدیوس کلایدرش محدوده کلیک کردن هست، میتونید حالا هر شیء رو براش در نظر بگیرید. و اینجا به حالا آن پلیر اینتر رو میتونید روش استفاده کنید، یا از اکشن ماوس کلیک هم میشه ازش استفاده کرد.
آن ماوس لفت کلیک رو خود این آیتمه که انجام میشه، یه اکشنی رو انجام بده. چه اکشنی؟ هرچه که هست حالا پلیرمون بیاد به این محدوده، من محدودش بخوام مشخص کنم بیاد کجا، یه دونه مارکر اضافه میکنم بیاد اینجای درخت پلیر، حالا هر جایی که هست بیاد اینجا. پس از اکشن موو کاراکتر استفاده میکنم، پلیر رو انتخاب میکنم تو تارگتش و اینجا مارکر، و این مارکر رو بهش میدم. این مرحله اول ما. مرحله بعدی که باید انجام بدیم، من میخوام پلیر قابل کنترل دیگه نباشه، کاری نتونه حالا انجام بتونیم بدیم، مثلا نتونه جای دیگر کلیک بکنیم. چیکار میکنیم؟ پراپرتی رو، پراپرتی کنترلیبر پلیر رو غیر فعال میکنیم، دیگه نمیتونه کلیک بکنه. خب این دو تا مرحله انجام میشه، میرسه به این نقطه و میخوام یک انیمیشن رو پلی بکنه. از جستر استفاده میکنم، کاراکتر جستر پلیر رو انتخاب میکنم. ببینید من یک پکیجی رو دانلود کردم که انیمیشن های حال ساده رو داره و رایگان هم هست، فارمینگ انیمیشن فکر کنم دقیق اسمش باشه، فارم انیمیشن اگر سرچ بزنید اینجا میتونید این پکیج ها رو دانلود کنید و اضافه کنید به پروژهتون. بعد از اینکه حالا اضافه شد به پروژه، تو لیست انیمیشن هاتون هم قرار میگیرید. من اینجا انیمیشنه، حالا اینجا اگه بخواد درخت رو قطع بکنه پیک اکس رو انتخاب میکنه، اکس میشه همون تبر، و به عنوان مثال wait till to complete، یعنی صبر بکنه تا این انیمیشن کامل انجام میشه، بعد میره اکشن بعدی رو انجام میده. چک باکسش رو میزنم، دوبار میخوام این کار رو انجام بده. بعد از اینکه این کار رو کرد چه اتفاق بیفته؟ توی اینونتوری من نیاز دارم که چوب داشته باشم، پس توی پریفرنسز اینونتوری من وود رو قبلا اضافه کردم، فقط اینجا توضیحش میدم. یه آیتمی هست اضافه شده توی کاتگوری به نام وود، آیکون چوب رو استفاده کردم به این حالت، و این آیتم هاش هم میتونه نباشه، فقط تنها نکتهش این هست که حالا اینا هم قابل استفاده نمیخوام باشه. تایپش رو حالا یک تایپ رو حتما براش انتخاب بکنید، اگر نمیدونید تایپ رو از کجا میشه تنظیم کرد اینجا هست، اینجا تایپ ها رو میتونید انتخاب بکنید. من اکویپمنت رو گذاشتم، این برای چوب هست، برای سنگ هم همینجور. من دو تا آیتم سنگ و چوب دارم تو بازی، حالا اینا هم آیکون داره و میتونیم توی اینونتوریتون قرار بگیره. پس من چی کار میکنم؟ اینجا آیتم رو سرچ میکنم، از آیتم های اینونتوری حتما باید موجود اینونتوری رو داشته باشید. پس اینجا من میگم که به وود 10 تا اضافه بشه بعد از اینکه دو بار انیمیشن پلی شد. بعد چه اتفاقی بیفته؟ من دیسترو استفاده کردم، شما میتونید حالا هر کاری رو انجام بدید، یه پارتیکلی پلی بشه، بعدش درخت بیفته، یک صدای پلی بشه، همینا رو میتونید تو این سناریو که اینجا هست بچینید و انجامش بدید. ولی خب برای اینکه روال سریع انجام بشه من این کار رو انجام دادم. پس تا اینجا به این حالت تنظیم شده. بریم یک بار اینو تست کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. من روی درخت کلیک میکنم، پلیر میره به سمتش، تبر رو کلیک میکنم، دوباره انیمیشن پلی میشه و به اینونتوری ما اضافه میشه. چرا الان اینونتوری رو نشون نمیده؟ حالا اگه آموزش قبل رو دیدید که اینجا توضیح میده چجوری اینونتوری رو باز بکنیم، ولی خب برای تکرار دوباره این کار ما انجام میدیم. یک اکشنی رو، من یک تریگر رو توی ایونت استارت قرار میدم که وقتی بازی پلی میشه یک اکشنی رو ران بکنه. اینجا اوپن اینونتوری، حالا اینونتوری رو اگر سرچ بزنید اینونتوری یو آی اوپن میشه. و یه نکته دیگه داره که توی این آموزش باید بهتون بگم، اینجا من از اینونتوری ادونچر برای یو آی استفاده کردم که حالت بالا بود که آیتم ها رو نشون میداد رو
استفاده کردم خودتون میتون هر کدوم از این یو آی رو تغییر بدین، اختصاصی ازش استفاده بکنین. پس حالا اینجا یک بار دیگه ما پلی بکنیم، پلیر میره و دهت چوب به اینونتوری اضافه میشه به همین راحتی. بریم برای سنگ هم همین کار رو انجام بدیم. من حالا تو پکیج هایی که اینجا دارم یه گیم ابجکت استون میخوام بیارم. قبلا سنگ رو فکر کنم دانلود کردم توی مدل استون. اینجا حالا کلی سنگ هست، من اینو آنپک پریفبش میکنم، اون اضافاتش که به دردم نمیخوره رو پاک میکنم. عنوان مثال همین میشه پریفبی که من لازم دارم. کم جمع و جورترش کردم، به این حالت میخوام باشه. پس اینجا من یک پریفاب به حالا اسمش رو میذارم استون، این تبدیلش میکنم به پریفاب. حالا قبلا ساختم، اینو پاکش میکنم. یک بار دیگه با هم دیگه داریم مرور میکنیم، اینو اضافهش میکنم، تبدیلش کردم با پریفاب، با درک کردم. خب مثل درخت دقیقا کاربردش همون جوری هست. یک تریگر رو ما اضافه میکنیم، کلیک رو آن ماوس دان، چپ کلیک رو، ریدیوس رو شکم بیشتر میکنم. اینجا نیاز به یک مارکرم دارم، پلیر کجا اون انیمیشن کندن رو انجام بده اینجا باشه. خب تا اینجا درست هست. و اکشن رو چیکار بکنه، اکشنی که داره پلی میکنه همون روال دوباره از اول تکرار میکنه. میتونه همون اکشن رو هم کپی بکنید، در اینکه زودتر روال آموزش انجام بشه. من همین اکشن رو کپی میکنم، برمیگردم تو استون، اکشن یکی رو پاک میکنیم، اینجا این رو پیست میکنیم، زیر مجموعه قرار میدم و این اکشن رو هم بهش میدم چون پاک شده بود قبلی. خب اینجا میگیم که بیاد تو مارکر، مارکر رو اینجا اینو بهش میدیم، کنترولیبل نباشه، درست هست. اینجا به جای که انیمیشن پیک اکس رو انجام بده یه انیمیشن دیگر رو من میخوام، ورکینگ همه رو به نظر من خوب هست. اینجا دو تا انیمیشن متفاوت رو پلی میکنه. اینجا به جایی که وود رو اضافه میکنه استون رو اضافه میکنه و در نهایت سنگ رو هم پاک میکنه. بریم و این رو هم پلی کنیم. سنگ یکم جاش بجا هست، من این رو ببرم اینجا. مارکر رو هم به ما کمک میکنه که جای پلیر که داره انیمیشن پلی میکنه کجا هست. خب من اینجا کلیک بکنم پلیر میره و سنگ رو اضافه میکنه. اگه بخوام چوب رو اضافه کنم به اینونتوری این انیمیشن پلی میشه. پس به هم راتی من تونستم حالت ماینینگ و حالا چوب جمع کردن رو اضافه کنم به گیم پلی. خب بریم یکم جلوتر. اینجا من میخوام یه محدوده ای رو نیاز داشته باشم که جای خونه ای که میخوام اضافه بکنم، بذار خونه رو اول اضافه بکنم توی مدلز. من این خونه رو هم از توی asset store گرفتم در واقع. این خونه هست، تکسچرش هم به این حالت. خب این خونه هست، من میخوام زمانی که چوب و سنگ داشتم بشه این خونه رو ساخت. پس یه محدوده براش مشخص میکنم، به عنوان مثال اینجا و حالا میتونه یه گیم آبجکت خالی باشه، میتونه حالا من اینا رو همشو پاک کنم.
این اسکیل دادم بذار باشه. پس یک این آبجکت اضافه میکنیم، اسکیلش بشه یک، این کیو بهش اضافه میشه، بسشو میذاریم هاوس ایریا. زمانی که خونه ساخته شده این آبجکت رو باید نمایش بده و خونه ساخته نشده این آبجکت. یه متریال هم بهش بدیم، من قبلا یه دونه متریال بلو ساختم که ترانسپرنت هم هست. این دو حالت عادی پس این خونه رو ما نداریم. زمانی که آیتم هامون تکمیل شد، انیمیشن پلی شد، رو میخوایم استفاده کنیم. پس بیایم برای اینکه یکم خلوت‌تر بشه و تمرکز داشته باشه این تبدیلش کنیم به یک فوکس، به یک پریفاب. من درگش میکنم، تبدیلش کردم به یک پریفاب، خلوت‌تر شد. خب اینجا میخوام اکشن هامو اضافه بکنم. اکشن هام چیا هستن؟ میخوام که این کیوبی که اینجا هست یه باکس کلایدر بهش اضافه کنم و حالا ایستریگرش هم فعال باشه، کامپوننت تریگر هم بهش میدن. این زمانی که روی این محدود کلیک کرد پلیر من آن ماوس داون مثل همین حالا یه اکشنی رو انجام بده. اکشن یکم پیچیده هست، دقت کنید که با هم دیگه قدم به قدم بریم جلو. من برای اینکه حالا نیازهای این پروژه رو یک به یک بریم جلو میخوام چند تا چیز چک بکنم. اول از همه وقتی کلیک کرد یک شرطی رو برای من بررسی کنه. اون شرط چی هست؟ بررسی کنه که ببینه مثلا سنگ و چوب چقدر در انبار موجود داریم. به عنوان مثال من 10 تا چوب میخوام و این همین شرط رو اضافه میکنم به این شرط، یعنی میگه این دوتا رو باید حتما داشته باشه، استون هم اضافه میکنم. این اکشن نیست، شرط من هست. گفتم اگر 10 تا چوب و 10 تا سنگ رو داشتی یه کاری رو برای من انجام بده. یعنی دیگه پلیر ما همه امکانات و نیازهای انجام این کار رو داره و اکشن، حالا اکشن که نه، در واقع یک شرط بعدی رو برای من اجرا بکنه. حالا فعلا مرحلهش نریم. و اگر نداشت یک صدایی رو پلی کنه. یک اکشن رو من اضافه میکنم، پلی ساوند، که متوجه بشین که شما اجازه نداری. و اینجا هم یک فلوت مسیج اضافه کنیم، مثلا بگیم که شما اجازه نداری یو کن. تمام، این داستان اول ما. یک بار پلی کنیم ببینیم چه اتفاق افتاده. باید یه مشکلی بود، اینکه آن ماستانه که گذاشتیم شرط درست نیست. در واقع لپ موس کلیک رو در واقع بهتر هست. خب این سوتی هایی هست تو کار بعد وقت پیش میاد به خاطر تشابه اسمی. خب میره اینجا ما میریم اینجا یه صدای اتکی رو پلی میکنه، میگه که نمیتونم مثلا حالا این کار رو برات انجام بدم. من به جای فلوت مسیج هم از سیمپل مسیج استفاده کنم پایین برای من نمایش بده you can't you need اینجا بهش پیام میگه که شما نمیتونید و نیاز دارید به چوب و سنگ به تعداد 10 تا. خب حالا اگر این تعداد رو داشت چه اتفاقی بیفته؟ من اینجا میخوام یکم کار رو پیچیده تر کنم. اول از همه بریم توی یو آی. اگر حالا بحث ساده ای هست که اینا رو دارم بهتون میگم، این که
شما میخواهید که این بالا یک تایمری رو اضافه کنید. من اول از همه یک دونه پنل رو اضافه کردم اینجا و برای اینکه سه بعدی نمایش داده بشه ورد اسپیس رو انتخاب میکنم. ابعاد رو هم بهش میدم، مثلا به عنوان مثال 10 در 10، عددش شاید بالایی هم بود، و موقعیتش هم میارم اینجا. میتونید کوچکترش هم بکنید و بیارید بالا. خب اینجا میخوام نوار زمانم رو اینجا به این حالت نمایش بدم. اینجا من یه چیز دیگر رو میخوام استفاده کنم از گیم کریتور UI و اینجا تکست وریبل استفاده میکنم. میگم که اگه بخوای یه چیز متغیر رو نمایش بدی، به عنوان مثال مثلا یه ساعت، زمان، حالا هر چیزی، به عنوان مثال من اینجا یک متغیر رو میذارم، به عنوان مثال مثلا بشه 1 دقیقه. اگه بخواد درست هم بشه به این حالت میشه و سرچینش هم میکنم و این حالت نمایش زمان من هست که شروع میکنه به کم شدن. خب بریم میگیم که این متغیر از حالا نمایش این عدد رو از یه متغیری بگیره. لوکال وریبل رو من انتخاب میکنم و به هاوس ایریا یک حالا لوکال وریبل هم به عنوان کامپوننت اضافه میکنم. اینجا من باید دو تا متغیر رو اضافه کنم، دلیلش حالا بعداً میفهمید. یکی تایم اند رو میزنیم، از جنس نامبر هست و به عنوان مثال 60 ثانیه طول بکشه یا 30 ثانیه طول بکشه که این خونه ساخته بشه. پس تایم اند رو به عنوان این متغیر در نظر میگیرم و یه متغیر دیگر هم در نظر میگیرم اسم تایم شو، ولی جنسش رو میذاریم string. میتونه متغیر اولیش هم همین این عدد باشه، از جنس نوشته هست در واقع. و توی تکست هم اینجا من host area رو بهش میدم، لیست متغیرها رو به من نشون میده، time show رو به عنوان متغیر اینجا نمایش میده. اگر play کنیم یک بار، اینجا وقتی که play میکنه اینجا نوشته وریبه 2.20 با یه، حالا دقیقا درست هم نمایش داده و درست هم هست. ما اینجا فرمتش رو به این حالت تنظیم کردیم، پس به این حالت میشه. خب این میشه فرمت نمایش ما که حالا یک مقدار عددی رو نمایش بده. این عدد یعنی چی؟ یعنی 60 ثانیه چور میکشه که این مثلا به عنوان مثال این خونه ساخته بشه. خب چجوری این اکشن رو اجرا بکنیم؟ زمانی که حالا دوتا آیتم رو داشت، یک اکشنی رو من ایجاد میخوام بکنم، من که گیجم نشین، اکشن دو اسمش رو میذاریم. چی کار بکنم؟ یک مارکری رو اول از همه اضافه میکنم، پلیر بیاد یه جای، به عنوان مثال اینجا، هم راستا هم باشه. خب اول از همه میخوایم دقیقا مثل اکشن چیز میشه دیگه، درخت و سنگوینا میشه. یکی اینکه پلیر پروپرتیشو غیر فعال کنیم، کنترل قابل کنترل نباشه، یعنی نتونه کار دیگه ای رو انجام بده. موف رو میزنیم، موف کاراکتر رو میزنیم، پلیر باشه قطعا و اینجا مارکر رو انتخاب کنیم و پلیر بیاد اینجا. اینجا برای اینکه انیمیشن چون تایمش بیشتر هست، از یک روش دیگه ای ما استفاده میکنیم، از روش استاتوس، استیت پلیر رو عوض میکنیم. من اینجا استیت رو اگر سرچ بزنم، کاراکتر استیت رو اگر بزنم، اینجا پلیر رو چینج میکنیم اکشنش رو و اینجا من اکشن بیلدینگ رو انتخاب میکنم. بیلدینگ در واقع چی هست؟ بریم با هم دیگه این استیت رو با هم دیگه ببینیم، یا اگر بخوام بسازیم میشه create game creator character simple state. من یه استیت رو ساختم، اسمش رو گذاشتم بیلدینگ.
حالتش میشه سیمپل و انیمیشن ورکینگ رو هم بهش دادم. یک انیمیشنی هست اگر خواستیم ببینین به این حالت هست که انگار داره یک کاری رو انجام میده، ورکینگ هست. حالا هر انیمیشن خودتون میتون بذارید. پس کارش چیه این استیتی که من به اسم بیلدینگ هست؟ میگم تا زمانی که من بهش نگفتن کار دیگه بکن، این انیمیشن رو به صورت لوپ پلی کن. این میشه مثل جستر نیست که یک بار اینو پلی کن، این به صورت لوپ دائم اینو انجامش میده. و کار دیگه که میخوام انجام بده چه اتفاق بیفته؟ این یو آی تو شروع که من نمیخوام نمایش بده که در حال ساخت هست، این یو آی هم اکتیو بشه و نمایش بده. پس از اکتیو استفاده میکنم، از اکشن اکتیو کنواس رو بیاد اکتیو بکنه. و بعد چی کار بکنه؟ اینجا من میخوام کال کاندیشن رو استفاده کنم، یک شرطی رو صدا بزنم. این شرط در واقع میشه کنترل و مدیریت کار بعدی من. من یک کاندیشن رو اینجا دوباره ایجاد میکنم و کاندیشن رو میدم به این شرط رو و wait to finish رو هم فعال میکنم. این مورد اوله. کار بعدی چی هست که ما میخوایم انجام بدیم تو این شرط؟ میخوام مقایسه بکنیم دیگه. بگیم که متغیری ما داشتیم به اسم، حالا اسمش هم گذاشتیم time n. اون متغیر اگر بزرگتر از یا کوچکتر از صفر بود یعنی کارش تموم شده، وگر نبود که کار دیگه رو انجام بده. پس اینجا من number رو، variable number رو سرچ میزنم تو لیست شرط هام، لوکال وریبل هم باشه، میخوام مال همون خونه ای که هست، چون ممکن چندین خونه بخوایم بسازیم. و اینجا به این حالت چک بکنه تایم اند و بهش بگیم که آقا جان اگر کوچکتر یا مساوی صفر بود رو یه کاری رو انجام بده، یعنی که دیگه کار تمام شده. اسم اکشنش رو میذارن اکشن اند. و اگر نبودم یک کار رو دائم تکرار بکنه، اکشن لوپ اسمشو میذارم، این تکرار شونده هست. خب تو تکرارش چی کار بکنم؟ من یکی که اون متغیر نامبره بود که قبلا تعریفش کردیم، یکی ازش کم بشه. چجوری ازش کم بشه؟ من توی فولدر اکشن هام اینجا وریبل سابترکت رو انتخاب میکنم، اینجا به جای گلوبال وریبل لوکال رو بهش میدم، مال همه خونه لیستش پیدا میشه و تایم اند. یک ثانیه هم سب بکنه، چون یک ثانیه داره در واقع کم میشه. و دوباره کال کاندیشن رو من صدا میزنم، هم کاندیشنه که اینجا تعریفش کردم، دائم میفته توی حلقه و اینا رو تکرار میکنه. خب گفتیم برای نمایش باید یه کاری رو انجام بدیم. اینجا خب عدد 60 خب عدد خوبی هست برای نمایش، ولی بعضی وقتا مثلا بشه 1000 2000. خب این ما منظورمون ثانیه بوده و 1000 عدد بالایی هست. یوزر تو ناخودآگاهش به عنوان ثانیه میخواد در نظر بگیره، باید فرمت نمایش ما در واقع عوض بشه و این عدد 60 تبدیل بشه به نمایش زمان. در واقع منظورمون رو باید اینجوری تبدیل کنیم. یه اکشنی هست توی گیم کریتور هاب اینجا من تایم رو سرچ میکنم، اکشنی هست به اسم Second to Custom Time Span Format. یک اسکریپتی هست باید به پروژهتون اضافه بکن، کار کردن با راحته. کارش اینه که یک متغیر رو بگیره و تبدیلش کنه به فرمت نمایش زمان. پس ما چی کار میکنیم؟ ما اسم اون اکشنه چی بود؟ Second. به این حالت میارمش اینجا و متغیرمون کدوم بود؟ همون لوکال وریبل که هست
میگه کدوم متغیر منظورت تایم ان؟ میگه تبدیلش کنم به چه متغیری برای نمایش استرینگت نوشتت؟ من دوباره لوکال وریبل من اینجا میگه فقط استرینگ رو به من بده، اونا که از جنس استرینگ هستن رو به من نشون میده. من استرینگ رو انتخاب میکنم. اینجا روز رو هم داره، ما روز رو نیاز نداریم، فرمت نمایشش هست در واقع. پس به این ساعت میشه HH یعنی ساعت، MM میشه دقیقه مینت و SS میشه سکوند و یا همون ثانیه. به این حالت نمایش داده میشه و حالا فرمت نمایش شما میشه در واقع برای این نوشته. پس تبدیل میکنه دائما همین عدد رو و شرط رو اجرا میکنه و زمانی که به صفر رسید چی کار بکنه؟ زمانی که به صفر رسید چند کار برای ما انجام بده؟ یک ست از ست اکتیو استفاده میکنیم، بیشتر با این قضیه کار داریم. یکی که این کانوسه برای من دوباره غیر فعال بشه، نمایش زمان رو من نمیخوام. دومین کاری که میخوام انجام بدم این که اون خونه هست که گفتم اون رو نشونش بده، اکتیوش رو فعال میکنم. و کار بعدی که میخوام انجام بدم اینه که اون کیوبی هست که این محدود آبی رنگه و شرط های من داره اجرا میکنه، اون هم غیر فعال بشه. دیسترویش هم میتونی بکنه، حالا هر جور که نیاز ببینید برای پروژهتون هست در واقع. و دیگه چی کار بکنه؟ پلیر هم قابل کنترل بشه. پس پروپرتی رو من صدا میزنم، میگم که پلیر من میتونه دیگه کلیک کنه و بره این بر اون ور. و استاتی که قبلا بهش داده اون انیمیشن رو پلی کنه دائما، دیگه الان دیگه نیاز بهش ندارم و ریست بشه. پس به ترتیب این کارا رو برای من انجام بده. خب یک بار دیگه پلی کنیم ببینیم این کارهایی که تو الان گفتیم به چه صورت بوده. من میرم اینجا، میگه که شما اجازه ندارید و برو سنگ و چوب برای من بیار تا بتونم اجازه بدم که اینجا بسازید. شروع میکنن چوب رو جمع میکنن، اینجا میریم سراغ سنگ، سنگ را جمع میکنیم و میریم اینجا الان. خب خیلی زود اتفاق افتاد، بریم مشکل از چی بوده. خب مشکل از شرط من بود. اینجا به جای کوچکتر مساوی زمان محاسبه انجام این کار، به جای کوچکتر مساوی من بزرگتر مساوی رو گذاشته بودم. و اینجا عدد 30 عدد بالایی هست، من بشه مثلا همون عدد 10 خوب هست برای این آموزش. 10 ثانیه طول بکشه که این خونه ساخته بشه. خب بریم هم دیگه پلی کنیم ببینیم تا الان چی کار کردیم. اول میریم اینجا، میگه که اجازه نداری چوب رو جمع بکنه، بعدش بیاد سنگ. و بعدش بریم خونه رو بسازیم. اینجا نمایش زمان رو به درستی برای ما نشون داد و بعد از 10 ثانیه باید خونه ساخته بشه. و پلیر هم میتونه کلیک کنیم برید این ور اون ور. و به همین راحتی میشه بازی استراتژیک رو ساخت و توسعه داد.